برنسیار این ضربه رو بزنه. سانترو پول حالا اجازه میده که این کار صورت بگیره، میره جلو و تمام. کوچه همون گلشن و در نهایت شاید تو 4-5 سالگی 6 سالگی توی زمین شماره 16 اون موقع بهش میگفتن خیابون آبمنگل، الان پشت بیمارستان سوم شعبانه، اونجا شروع کردم و به هر حال مثل همه فوتبالیست‌های دیگه با توپ پلاستیکی و توپایی که به هر حال قابل حمل بود برای اون سن بازی رو شروع کردیم و یواش یواش به همون زمین خاکی زمین شماره 16 و بعد از اونم یه تیم محلی داشتیم به نام قلیچخانی که یه مربی داشتیم که خدا نگرش داره، البته یکی این که نه، دو تا آقای محمد عبادی و آقای مرتضی حیدری بودن، اینا از مربی های خوب اون زمان بودن که خیلی از بچه های اون محل رو جمع کرده بودن. اونجا که از توی این تیم قلیچخانی رفتیم توی تیم آلپ، توی فکر میکنم دست دو یا دست سه های گود شهرزاد بود، اونجا تمرین میکردیم که دیگه یواش یواش فکر میکنم 11 یا 12 سالم بود که رفتم شهر ری تیم نونهالان سیمان ری شروع کردم به تمرین کردن زیر نظر آقای حسین عربی که هر جا از خدا سلامت نگرداره، خیلی زحمت کشید برای فوتبال من. خود منصور خان بالا بودن، بعد از دو تا حرکت اومدن و به من تاریخ تولدمو که پرسید گفت شما برو بیا، و بعد از اونم رفتیم یه بازی دوستانه، اون موقع میرفتن شهرستان رو بازی میکردن، من با خب توی اون تیم جوانان، اون موقع امیدا نبود دیگه، فقط جوانان بود، از جوانان بعد مستقیم میرفتی به بزرگسالا. ما یه بازی بود داشتیم میرفتیم گرگان علی آباد کتول اون برا بازی کنیم بیایم. منصور خان خب قبل از من میگم خیلی بزرگترا بودن، بهشون گفت بیایید، اونا گفتن آقا ما کنکور داریم اگر اجازه بدید. ما دیگه بعد از اون به ما گفت بیا، ما هم رفتیم. توی اون سفر یه مشکلی برای پای آقای رضا نلچگر پیش اومد، من جایگزینش شدم، یه گلم تو اون بازی دوستانه زدم و بعد از اون دیگه منصور خان به خیلی کم از من خیلی کم میذاشت من برم توی امید جوانان، میگفت شما با ما تمرین کن ولی برو برای اونا مسابقاتش انجام. اومدیم دفاع کنیم، منتها اونا خیلی بهتر از ما بودن که ما بعداً فهمیدیم چیکار کردیم، اون بازی رو 3-2 واگذار کردیم. میتونستیم برنده بازی هم باشیم اونجا، شاید گلای بیشتری هم به اونا بزنیم، تا عقب نشینی کردیم که بعد از اون من یه پیشنهاد خوبم داشتم از کاسموس برم امریکا که قرار دادم هم تقریبا بسته بودم. اینجایی که به شما گفتم بعداً خدمتتون عرض میکنم که مشاورای خوب، خب من اون موقع 50,000 تا دلار 150 تومن بود، من نزدیک 45 میلیون میتونستم اون زمان بگیرم، صحبت هم کرده بودم تموم شده بود، بعد میرفتم امارات، از اونجا میرفتم برای بازی اونجا که منصور خان و به هر حال یه سری از دوستان اومدن که خونه ما که نکنید این کارو. پدرم هم به خاطر اینکه خیلی استقلالی بود به من گفت شما بمون، گفتم بابا 45 میلیون خیلی پوله، من قرار دادم با استقلال 3,250,000 تومان شد، بعد از اون همه که گفتن زیاد بهت میدیم، ما هوا تو داریم، تو نرو ما جبران میکنیم، 3,250,000 تومان چک دادن، دو تاش پاس شد، یکیش هم نشد. 750,000 تومان در برابر 45 میلیون، 500,000 تومان، یکیش هم نشد. در مقابل اون، بله، اونجا من اومدم که به منصور خانم خیلی چیز کم از خون
اجازه بده. گفت من چپ ندارم. گفتم فرشاد فلاحت‌زاده از من بهتره، رضا عتی خدا بیامرزتش هست، جعفر مختاری فر هست، اینا همه چپ ها خوبی هم، اجازه بده. گفت نه شما نباشید و دیگه من موندگار شدم. ولی اون رقم اونجوری شد. مشاورای ما سال بعدشم دوباره، من ایتالیا میتونستم برم، دانمارک میتونستم برم، خیلی از کشورها میتونستم برم. امیر قلعه نویی و مشتبه دو تا دوست خیلی 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 صمیمی بودن. اینا با هم توی یه خونه زندگی میکن، خونه نیش. یعنی امیر با ماشین میآوردش، با موتور خودش میآورد میذاش اینجا، میذاش مشتبه. اون موقع اگه اشتباه نکنم با هم دیگه اصلا میرفتن میومدن اونجا، با هم خونه یکی بودن. وقتی هم به هم خورده بودن ما فکر میکنیم دارن شوخی میکنن با هم دیگه. بعدش یهویدم محمود فکری دوید، اون دوید، اون دوید، فهمیدم با هم دیگه کنتاک کردن. حالا مشتبه میگفت امیر مقصره، امیر میگفت اون مقصره. در نهایت ما اومدیم اینا رو جمع کنیم که محمود فکری به این جمع اضافه شد. اگر اشتباه نکنم یکی از محرومین محمود فکری بود. آره محمود فکری اضافه شد که دیگه ما اینا رو جمع کردیم. این رفت، اونا رفتن، بازی که نیمه کار تموم شد و رفت. بعدش دیدم توی محرومیت ها اسم هم هست. یه رفتم پیش آقای مصطفی بود، مصطفی داریوش‌خان. داریوش‌خان من چرا فیلم بازی رو بیار، گزارش داور رو بیار، گزارش نیروی انتظامی، یکی بیاد بگه من. گفت شما بخواد، شما و فرشاد پیوس. فرشاد هم از اون ور بود، اونم ششم معلوم شد. آره گفت به دلیل اینکه شما کاپیتان ها نتونستید تیمتون رو، اینا دعوا کردن ما چی کار داریم. گفت به خاطر اینکه نتونستید تیمتون رو هدایت کنید شما دوتا، و الا فرشاد هم واقعا نبود توی اون دعوا، اصلا فرشاد هم نبود. یه سوال دیگه از همون داربی میپرسم و اصلا کلا شیفت میکنیم روی سوال آقای بابازاده. این که محرومیت هایی هم که واسه اون بازی در نظر گرفتم خیلی عجیب و غریب بود. یکیش که خودتون اشاره کردید نه شما و نه آقای پیوس هیچ نقشی نداشتید و شش ماه محروم شدین. بعد حالا درگیری شده، اگرچه که خب بعدا چیز شد، لغو شد و یه جایی به بعد دیگه اصلا کلا بخشیده شدن همه. نه من شش ماه کشت. نه شما بچه هاتون ماجرا بود. اون شش ماهی ها همه گذرون در اون دوره شده کامل. ولی مثلا آبزاده کامل نکشید، محرمی که اصلا بخش عمدش بخشیده شد و این دو نفر بودن که خیلی معلوم. آره. سه سال بود، امیرم یه سال بود، یه سال بود. نه اصلاحی همه شو شیش ماه بودن، امیر نفر یه ساله بودن، امیر قلم فکر میکنم دو یه ساله بودن. خب خیلی عجب غریب بود. یعنی اون طرف خب با هم درگیر شدن، پرسپولیسی ها قشنگ دو برابر استعدادی ها محروم شدن. حتی مثلا تو اون مستندی هم که مزدک میرزایی درست کرده راجع به اون داربی و با آقای مصطفی صحبت میکنه، واقعا حرفایی که میزنه اصلا توجیه درستی نیست برای اون تصمیمی که گرفتن و اون حکمایی که صادر کردن. قبول دارید شما این رو؟ اصلا من خودم هنوزم نمیدونم برای چی محروم شدم. محرومیت من از اونجا هنوزم خودم نمیدونم. فقط گفتم به دلیل اینکه کاپیتان، خب کاپیتان مگه باید محروم بشه؟ گناه کرد در برخ آهنگری، به شوشتر زدن گردن مسکری. خب اونا دعوا کردن، اما من کاپیتان، من تا اونجا برسم به اونجا همینقدر طول میکشید. رسیدم، جدا کردیم، تا اونجا هم که تونستیم. ولی واقعا محرومیت ها محرومیت هایی بود که از نظر من عادلانه نبود. روز قبلش میرفتن نهار رو با هم میخوردن و بعد از اون میومدن، که به نظرم میاد نمیدونم کی همچین ایده ای رو داد و چرا اجرا شد. چون واقعا روز قبل بازی آدم تصویرسازی میکنه، میاد اون نفری که داری شما میخوای بازی بکنی رفیقت نیست توی زمین. شما چیزی به نام رفیق ندارید، شما رو در روی هم دارید بازی میکنید. پس بنابراین دو تا
دو تا رقیبید با هم به جای اینکه رفیق باشیم. حالا معمولا این نهارا همیشه به دعوا ختم میشد، درسته؟ ببین نهارا خب به هر حال شما میگم میرید نگاه میکنید، قطع به یقین شما میخواید از نظر روحی روانی رو رقیبت تاثیر بذاری، نوع گفتارت، نوع رفتارت، نوع برخوردت، همه اینا به خاطر اینکه به اونو تحت تاثیر قرار بدی خود به خود اون حالت دوستانه برداشته میشه. ولی وقتی بعد از بازی میری دیگه اون رفاقتی بغل کردن همه معذرت خواهیه، ولی قبلش شما برای معذرت خواهی نمیری که، شما میخوای برید دو تا رقیبید با هم، پس بنابراین نمیتونه اون حالت خوبی باشه. من وقتی از استقلال رفتم با همه احترام و دوست داشتنی که بین من و ناصر خان بود، خب ناخودآگاه توی ذهن خودت، من همیشه هم گفتم به خود ناصر خان خدا بیامرزدش، گفتم ناصر خان کاش که یکی دیگه منو از استقلال میذاش کنار، شما برای من همه چیز فوتبال بودید، شما برای من تمام استقلال بودی، شما حسن روشن یکی دوتا تمام استقلال بودید برای من، من بچه گیام با شما، کاش که یکی دیگه میومد و من میگفت شما نه یا استقلال، اون موقع من، ولی شما بودید و من به احترام شما قطعا اونو قبول کردم رفتم و حتی نه مصاحبه نه پشت سر کسی حرفی، نه، چون که واقعا دوستش داشتم و اسطوره ورزشی ما بود، ما عاشقش بودیم. ولی این وسط یه سری شیطنت ها بود که من از که بین من و ناصر خان به وجود اومد و بعد از چند سال توی یه جایی نشسته بودیم، ناصر خان اومد، خب من همیشه به احترامش پا شدم ولی خیلی معمولی دیگه، اونجوری که خیلی عاشقش بودم، خود من خیلی اصرار داشتم با امیر قلعه‌نویی که ناصر خان بیاد از ماشین سازی تهران، به هر حال اینا رو آقای ایروانی میرولد و دوستانی که اون موقع هیئت مدیره بودن میتونن بگن، خیلی اصرار داشتیم بیاد تهران مربیگری استقلال رو، چون منصور خان میگه میخوام استراحت کنم، اون خواه اگر میخوای این آدم، ولی یه شیطنت هایی شد که ناصر خان یه مقداری نسبت به من بدبین بود و منم رفتم، بعد از چند وقت جای همدیگه رو دیدیم، اون دوستمونم که این برنامه رو چیده بود اون میدونست ولی من نمیدونستم، وقتی ناصر خان اومد من دیگه نشسته بودم وارد شد، منم خیلی معمولی که دوستم گفت، گفتم آقا ایشون هنوزم من دوستش دارم ولی به عنوان یه اسطوره، ولی دیگه اونجوری که چیز باشه، گفتش که چرا، گفتم به این دلیل، اونم دلیل خودش گفت، بعد من توی همونجا یکی از دوستان رو گرفتم باهاش صحبت کردم روی اسپیکر و ایشون شنید که من اون چیزی رو که گفته بودن نبودم، به من گفت این آقا اینجوری گفته بود، این اینجوری گفته بود، من فکر کردم، گفتم نه ناصر خان من از روز اولم به شما گفتم، من با شما بودم، ولی حالا دیگه گذشته همش دیگه. بعد از اینکه مربی شد منم یه روز زنگ زد به من که آقا تو از همه چیز تری، بیا اونم باش دیگه، تا روز آخرم که با هم بودیم تیممونم تیم بدی نبود. نه ببینین به هر حال هیچ کس نمیتونه که تعویض به خود سرانه انجام بدیم، حالا مشورت میکردن و سه تا، هم صمد هم من هم حتی آیه حاجیلو حتی خود ناصر خان و در نهایت همه اینا رو آیه حاجیلو مینوشت، برگ تعویض رو میداد چون اون باید انجام میداد کارا رو. نه من فکر میکنم به هر حال خود با مشورت انجام شده بوده. یه بازی حالا یادمه که آیه کریمی 6 تا بازیکن استقلال هم دور زمین دومون به عنوان تنبیه
ببین حرکتش درست بود؟ ببین دور زمین نیومد به چرخونه اون بازی رو. من فکر میکنم کل تیم رو آورد. آخه ظاهرا دو تا بازیکن زیر دوش بودن، گفتم ما نمیایم. خب ظاهرش دو تا هم نباشه، 11 تا میشه 9 تا. چرا 6 تا؟ آقای شفیعی بود، آقای طالبی بود، آقای یوسفی بود، اینا که من دیدم دویدن. آقای مهدی پولادی بود. همشون بودن. مسئولان که زیر دوش بود، من نمیام. آقای نوازی نمیام. یادمون باشه که تصمیم گیرنده همیشه سرمربیه. حالا یه سری از مدیرا نوع و مربیا نوع برخوردشون فرق میکنه. شما الان سبک مربیگری علی منصوریان یه سبک، سبک دوستی و رفاقت، سبک مربیگری مثلا فرهاد مجیدی نوع دیگه. شما اگه سرمربی تیم بودید خودتون این کار رو میکردید؟ چون موقع انتقاد شد گفتن اصلا تاریخ باشگاه سقا سابقه نشته. ببینید من میگم هر مربی میتونه انجام بده، ولی اگر یه مربی توی با از باشگاه خود استقلال باشه قطع به یقین این کارو نمیکرد. من اومدم و دنبال یه سری بازیکن ها میرفتم که بیان به استقلال کمک کنن. دارم گفت آقا هم از یار اصلا من باشگاه استقلال، شما تیمتون اصلا دهمه، من چجوری بیام اونجا؟ من میخوام برم ملی. یعنی بازیکنایی که در حد ملی بودن نمی اومدن استقلال، در حد ملی ها، نه بازیکن ملی. اونایی هم که شانس انتخاب شدن بودن بازم اونا نمی اومدن. به یارو میگفت آقا بیا اینجا کمک کن به ما، ما کمک. میگفت نه آقا تیم شما به من کمک نمیتونه بکنه. بعد من این تیمو گرفتم و در نهایت روزی که تیمو تحویل دادم امیدام اول بود، جوانانم نایب قهرمان بود، فکر میکنم نوجوانانم نایب قهرمان بود، نونهالانم سوم چهارم بود و با 17 تا بازیکنی که تو لیگ برتر بازی کردن. یعنی از اون 23 4 تا 5 تایی که من استاد بودم 17 تاش و بقیه‌اش هم لیگ 1 و 2 بازی کردن همشون. مثلا الان میگم بالای 16 17 تا فکر میکنم بازیکنای من اونجا بودن. ولی در نهایت روی یه اختلاف سلیقه‌ای که با چند تا دوستان داشتیم یه اتفاقاتی رقم خورد که دوستان یه رأی رو دادن که من درخواست کردم اون رأی توی قوه قضاییه بره و رسیدگی بشه، که من گفتم شاید اونجا مثلا زندانم برای شما در نظر بگیرن. گفتم من اگر خلاف کرده باشم قطعا زندانشم میپذیرم و بایست این اتفاق بیفته. و الان توی دادگاه و قوه قضاییه در حال رسیدگی بود که فکر میکنم توی این چند روزه تموم شده و انشالله اون رأیشو حتما به اطلاع مردم عزیز میده. جواد نکونام از بچه های بسیار بسیار خوب و دوست داشتنی فوتباله که من خودم برای اومدنش خیلی تلاش داشتم و دوست داشتم که برگرده بیاد استقلال، هرچند که زمان اومدن جواد نبود. جواد اگر میوم بیاد و نتونیم حمایت بکنیم مهرسوزی خیلی بدی رو انجام دادیم. جواد از اون جمله بازیکنیه که کاریزمای مربیگری رو داره و تا حدودی تونسته اون چیزی رو که بعد یه سرمربی و یه نفر اول داشته باشه رو داره. اومده خدا رو شکر، به هر حال داریم حمایتش رو میکنن همه دوستان، باید هم بکنن، چون جواد از اونایی که اگر مهرسوزی بشه ضربه خیلی بزرگی رو استقلال میخوره، نفر خیلی خوبی رو از دست میده. به همین دلیل کمکش میکنیم. درست بازیکناش اون بازیکنایی نیستن که ما فکر میکنیم نتونست به اون صورتی که میخواد بازیکناشو بگیره، سقف قراردادان اجازه نداد، بدهی اجازه نداد، خیلی از مشکلات باعث شد که جواد با همون تیمی که سال گذشته مونده بود ادامه بده و هرچند همون تیمش هم داره خوب عمل میکنه و اینم نشون دهنده اینه که
خود جواد تونسته اونجا رو مدیریت بکنه و من نظرم اینه که اگر یه ذره فدراسیون فوتبال واقعا داورایی رو که میذاره برای استقلال پرسپولیس داورای خوب بذاره، عیبی نداره یه داور سه بار برش داره ولی خوب باشه، توانمند باشه. الان شما نگاه کنید خود استقلال تو این چند هفته چقدر متضرر شده از داوری. من نمیخوام خیلی وارد این بحث بشم، میخوام بگم جواد نکونام داره خوب کار میکنه با تیمش، نفراتش هم نفرات خوبی هن. من بهشون احترام میذارم، من شاید تیم جواد رو خیلی میپسندم نسبت به تیم پارسالش. من اول تبریک میگم به امیر قلعه‌نویی، هرچند خیلی دیر ولی بازم این پست جدیدش رو بهش تبریک میگم. امیدوارم که تو این مسیر موفق باشه و کار خیلی سختی داره الان، خیلی کار سختی داره. امیر قلعه‌نویی توی این جام جهانی که ما دیدیم واقعا تیمای آسیایی خیلی جلو هن، خیلی دارن کار میکنن. شما کره، ژاپن، استرالیا، عربستان و اینا تیمایی هن که خود ازبکستان که چند وقت پیش باش بازی کردیم، اینا تیمایی بسیار سختی هن و من امیدوارم که امیر قلعه‌نویی از این میدون خوب و بزرگ، من به مدیریت امیر شک ندارم، امیر از مربیای بسیار خوب با کاریزمای بالا، ولی بازم ازش خواهش میکنم که خیلی خیلی با چشم باز و خیلی با قدرت وارد این مسابقات بشه، چون به هر حال امیر از اون مربیایی که نباید به هر حال سوخته بشه. من فکر میکنم امیر میتونه، باید قطع به یقین توی این میدون سخت پیروز بیاد، ولی به نظرم بایستی از مربی خارجی کنار خودشم فراموش نکنه، یه مربی خوب خارجی کنار دست خودش داشته باشه که بتونه موفقیتش رو تضمین کنه.